سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. پرونده که امروز قراره با هم بشنویم با تمام پرونده هایی که توی اتاق 13 شنیدید فرق داره. پرونده قاتل ژاپنی به اسم ایسه ساگاوا، کسی که آدم کشت، آدم خورد و بعدش هم به جامعه ژاپن برگشت بدون هیچ مشکلی. و همینطور هم کشور مختلف هم مسافرت کرد و واسه خودش رفت و اومد و انگار نه انگار. اصلا انگار نه انگار که آدم خورده. از همین الان بهتون بگم که این ویدیو داره جزئیات تکون دهنده، یعنی جزئیات آدم خوریه و اصلا پیشنهادش نمی کنم که بشنوید اگر روحیه حساسی دارید. و از اون مهمتر بهتون بگم که عکس های این پرونده موجوده توی کانال تلگرام و وبسایت میتونید ببینید. بریم با هم پرونده جنجالی رو شروع کنیم. ساگاوا از پدر و مادری بسیار ثروتمند در سال 1949 در شهر کوبه در ژاپن به دنیا اومد. خب خانواده خیلی ثروتمندی هم داشته و همینطور پدرش هم رئیس صنایع آب بوده توی توکیو و یه تاجر خیلی سرشناس و بزرگی هم بوده و به خاطر همین تأثیر زیادی تو ثروتمندیشون داشته. اصلا همین باعث شده که آشناهای زیادی داشته باشن، یعنی همه جا بشناسنش. اما یه نکته ای رو اینجا بهتون اضافه کنم. گفتم شهر کوبه. اگر شما توی اینترنت کوبه رو سرچ کنید، اصلا اکثر کسایی که میرن این شهر میرن که مزه گوشت گاو اونجا رو بچشن. اصلا معروف استیکش و بسیار میگن لذیذ و خوشمزه است و همچنین اینکه گرونه. یعنی برای 5 نفر آدم یه حدود 600-700 دلار باید بدی که بتونی اونجا گوشت بخوری. از اون زمانی که ساگاوا به دنیا اومد، نارس به دنیا اومد. یعنی از همون موقع کوچولو بود، دست و پای خیلی کوچولویی داشت، فرم صورتش فرق داشت به خاطر نارس بودنش. کف دستم بوده. خیلی کوچولو بوده. دست و پاهاش خیلی کوچولو بوده و بعد از این که اصلا رشد کرده، قدش یه چیزی حدود 152 سانتی متر بوده. خیلی ولی مردم ژاپن میگن کوتاه قدن، ولی خب بازم کوتاه بوده و گفتن که صداش هم در همون زمانی که نوجوان بوده و کوچیک بوده شبیه صدای زنها بوده تا اینکه مرد باشه. خود ساگاوا میگه من به شخصه میدونستم که من آدم زشتیم و همینم باعث شده بود که من وسواس داشته باشم روی اینکه زیبایی رو پیدا کنم و علاقه داشتم به آدمایی که خیلی زیبا بودن. خود ساگاوا میگه که وقتی کلاس اول دبستان بودم، رون پای همکلاسی پسرمو که دیدم انقدر خوش فرم بود، انقدر سفید بود که دلم میخواست گاز بزنمش و بخورمش. چه احساس میگه غذای قشنگ. آره، برخلاف تمام چیزهایی که در مورد ساگاوا گفته شده و گفتن که از لحاظ ظاهری اصلا زیبا نیست، ولی هوش فوق‌العاده‌ای داشت. یعنی بسیار باهوش بود. خیلی زود هم تونست که راهی دانشگاه بشه، یه استعداد باشه و تونست بره در رشته زبان انگلیسی در دانشگاه توکیو درس بخونه و خب این خودش امتیاز خیلی بالایی براش محسوب میشد. ساگاوا میگه که من هیچ وقت نمیتونستم نیازهام رفع کنم. خانوادم درسته که خیلی خانواده خوبی داشتم، خیلی مهربون بودن، ولی خیلی چیزا تابو بود، همونطوری که توی ایران تابوه. مثلا هیچ وقت در مورد روابط جنسی، در مورد بهداشت جنسی، همونجوری که توی ایران حالا شد الان بهتر شده، قبلا حرف نمیزدن، توی ژاپن هم حرف نمیزدن. خیلی موقع قبلا بوده و خب خیلی سنتی بودن. با این حال خودش هی شروع کرد به کشف کردن نیازهاش و میگفت که من بیشتر وقتها نیازهای جنسیم رو از طریق خواب دیدن یا خود ارضایی رفع میکردم. با این حال زمانی که در دانشگاه بود، یک زن آلمانی رو به طور اتفاقی توی خیابون دیدش و میگفت که اولین جمله که به ذهنم خطور کرد این بود که میتونم بخورمش، به نظر خوشمزه میاد. ساگاوا کم کم پی برد که علاقه زیادی به زنهای اروپایی داره، زنهایی که قد بلندن، بلندن و خیلی خوش هیکلن. یک شب تصمیم گرفت که این چیزی که توی ذهنش رو از عملی کنه و بره پیش اون زنه و اون زنه رو بخوره. نیازش برطرف شه.
خود ساگاوا میگه که من از پنجره خونش رفتم تو. وقتی که رفتم تو با یه صحنه خیلی قشنگ روبرو شدم. یه زن سفید خوش‌هیکل که روی تخت خوابیده بود، لباسای بدنش خیلی کم بود و به نظر خوشمزه می اومد. دقیقاً چیزی بود که می‌خواست اتفاق بیفته. آره. و میگه دنبال یه چیزی بودم که بهش یه ضربه بزنم که ساکت بشه و من بتونم که از باسنش یه ذره گوشت بردارم. اما همین که می‌خواسته چتر رو برداره، پاش، یعنی زانوی پاش میخوره به پشت این خانومه و خانومه از خواب بلند میشه و اصلا فکرشو نمیکرده که یه نفر میخواد بیاد تو اتاق خوابش که اینو بخوره. فکر میکرده که ساگاوا میخواد بهش تجاوز کنه و خب ساگاوا میترسه، میخواد فرار کنه، ولی خب زن آلمانی، زن اروپایی از اون دورشکلتر بوده، تونسته بگیره ساگاوا، یعنی انقدر تفلک کوچولو بوده که اون خانمه تونسته بگیرتش، یعنی زورش زیاد نبوده، تونسته بگیرتش و بعد هم به پلیس زنگ میزنن و ساگاوا رو تحویل پلیس میدن. خب ببین، هیچ وقت به ذهن پلیس هم نمیرسیده که یه آدمی به میل خوردن داره میره تو. فکر کنم تجاوزه و خب با معجزات خیلی سنگینی روبرو بوده. ولی پدر ساگاوا با اون پوشش هایی که داشته تونسته بود که این خانم آلمانی رو قانع کنه، بهش پول خیلی زیادی بده تا اون هم از شکایت علیه پسرش منصرف بشه و اینجوری شد که ساگاوا از این کاری هم که کرده بود در رفت و پدرش بعدم اومد پوشش سازی کرد دوباره و به نظر من پدرش خیلی کار اشتباهی کرده بود. اومد پوشش سازی کرد، به جای این که ساگاوا رو توی ژاپن نگه داره، فرستادش فرانسه که بره درس بخونه. یعنی اون کاری که چه کرده بود این بدترش کرده، یعنی جایی که دیگه زنای اروپایی اینجا زیادن و واقعا مثلا کارش رو درک نمی کنم. ساگاوا در سن 27 سالگی از ژاپن خارج شد و رفت فرانسه برای دکترای رشته ادبیات فرانسه. به نظر بهش خوش میگذشت. پدر و مادرش دیگه نبودن که امر و نهیش کنن و اون هر شب یه دونه روسپی می آورد توی خونه و میتونست عقده‌هاش رو خالی کنه. دور و برش هم پر بود از دختر اروپایی دیگه. آره، ولی اون روسپیایی که می آورد اون میل به آدم خوریش رو تقریبا کاهش داده بود و خودش میگفت که من هیچ میلی به خوردن روسپیا نداشتم. هر دفعه که سعی میکردم که بکشمشون یا با تفنگ بهشون شلیک کنم، نخواستمشون، برام خوشمزه نبودن. در سال 1981 ظاهرن یک کلاسی داشته که ساگاوا رفته توش نشسته و از بخت بعد رن هارتولت 25 ساله اون روز کنار ساگاوا میشینه و ساگاوا یک دل نه صد دل عاشق رنه میشه. عاشق خوردنش البته. خودش میگه عاشقش شدم. دختری 175 سانتی، هلندی، بازوهای خوشفرم، باسن گوشتی و به نظر خیلی خوشمزه میومده به چشم ساگاوا. ساگاوا در تلاش بود که بتونه با رنه دوست بشه و رابطهش رو عمیق و عمیق تر کنه. اون متوجه شد که رنه 25 سالشه، از هلند اومده فرانسه تا در رشته ادبیات فرانسه دکترا بگیره و به 3 زبان زنده دنیا صحبت میکرد. رنه انقدر هوش بالایی داشت که میتونست از اکسپرسیونیست تا شکسپیر تا ادبیات اروپا صحبت کنه در موردش و ساگاوا حسابی جذب رنه شده بود. اون مرتب برای رنه نامه های عاشقانه می نوشت، دعوتش می کرد نمایشگاه، گالری های عکاسی می رفتن با هم، کنسرت می رفتن و در آخر از رنه خواست که بهش زبان آلمانی یاد بده و خب چون رنه زبان آلمانی زبان مادریش بود، رنه قبول کرد و از اونجایی که پدر ساگاوا خیلی ثروتمند بود، توانایی پرداخت کلاس‌های خصوصی رو داشت و خب ساگاوا احساس می‌کرد اینجوری به رنه خیلی میتونه نزدیک‌تر بشه. خودش میگفت که ما اصلاً از لحاظ ظاهری شبیه هم نبودیم. رنه واقعا زیبا بود ولی من شبیه یه موجود خیلی زشت بودم کنارش. ولی موجود فضایی بودش. آره، ولی با این حال رنه بسیار باهاش خوشرفتاری میکرد و باهاش دوستی میکرد. خود ساگاوا میگه که یک شب من رنه رو برای شام دعوت کردم بخونم
که برام شعر آلمانی اکسپرسیونیست بخونه و بعد از این که رفت من به طور ناخودآگاه رفتم جایی که اون نشسته بود رو بو کردم، لیسیدم و آرزو کردم و نذر کردم که من رنه رو میخورم و برای همیشه صاحبش میشم. در 11 ژوئن سال 1981 ساگاوا از رنه دعوت کرد تا شام رو به خونش بیاد، با هم شام بخورن و شعر آلمانی مورد علاقه ساگاوا رو رنه بخونه و ساگاوا بتونه اون رو ضبط کنه. رنه قبول کرد، فکر مثل همیشه است، اومد و ساگاوا دعوتش کرد که به سبک ژاپنی روی زمین بشینه تا براش چای بریزه. ساگاوا اومد توی چای رنه، یه مقدار ویسکی هم ریخت، میخواست که رنه یه کمی شل کنه. آره، ویسکی رو داد خورد، با چایی که قاطی بود داد خوردشو و با هم صحبت کردن. یه مقدار صحبت کردن و بعد ساگاوا به رنه گفت که ببین رنه، من خیلی تو رو دوست دارم و بیا دوست دختر من شو، من تو رو میخوام به رخت خواب ببرم و باهات بخوابم. و رنه مثل همیشه قبول نکرد و گفت که ببین، ما فقط با هم دوستیم، من تو رو از لحاظ جنسی جذاب نمیدونم و دوست ندارم باهات رابطه جنسی داشته باشم. ساگاوا قبلا همین حرفا رو شنیده بود ولی خب فکر میکرد که بتونه رنه رو نرمش کنه و به خواسته هاش برسه. به ظاهر قبول کرد حرف رنه رو، گفت باشه، فقط با هم دوست باشیم و کتاب شعری که قرار بود رنه از رو شعر بخونه رو به رنه داد. رنه بلند شد، رفت پشت میز، نشست روی صندلی و ساگاوا پشت سرش بود. رفت از داخل کمدش یه دونه تفنگ کالیبر 22 داشت در آورد و از پشت نشونه گرفت، همون طوری که رنه داشت شعر رو به زبان مادریش میخوند. ساگاوا هم پشت سرش بود و شلیک کرد، شلیک کرد و گلوله خورد به پشت گردن رنه. ظاهرا دردم رنه تموم میکنه، یعنی دیگه به جون دادن نمیرسه، میمیره. و ساگاوا همینجوری صحبت میکرده انگار که رنه زنده است، آره رنه من تو رو دوست دارم و تو هیچ وقت من توجه نکردی. و بعد که میبینه نه، داره خون میره، میره یه حوله ای رو میاره و میذاره زیر سر رنه، سعی میکنه که جلوی خون رو بند بیاره، حتی به فکرش میرسه که با آمبولانس تماس بگیره و بعد پشیمون میشه. وقتی که خونا رو میبینه، ظاهرا ساگاوا از خون میترسیده، از هوش میره و بعد از چند دقیقه از شوق این که الان میتونه رنه رو بخوره و به آرزوش برسه از خواب بلند میشه. ساگاوا بعد از کشتن رنه اون رو کاملا روی زمین درازش کشون، لباسهاش رو در آورد و رنه رو کاملا برهنه کرد. در اولین قدم یه دونه چاقو برداشت، نوک سینه سمت چپ رنه رو در آورد، انداخت توی دهنش و شروع کرد به جویدن و بعد تصمیم گرفت که با جسد رنه رابطه جنسی برقرار کنه و اونو لمس کرد، بوسش کرد و بهش گفت که خیلی دوستش داره. ولی الان باید تصمیم میگرفت که کجا رو میخواد شروع کنه به خوردن و اومد باسن سمت راست رو انتخاب کرد. در اولین مرحله اومد گاز گرفت، میخواست که انگار با دهن بکنه، اما ظاهراً فکش درد میگیره و میبینه که نمیتونه، هر چقدر که فشار میاره نمیتونه یه تیکه بکنه و بخوره. اصلا نمیدونم چجوری فکر میکرده که میشه بکنه و بخوره. بنابراین تصمیم میگیره که یه دونه چاقو بیاره و با چاقو برش بده. چاقویی که آورده چاقوی میوه خوری بوده از این کوچولوها، هر چقدر که تلاش کرده دیده نه، چاقو هم نمیبره. میره بازار و میره یه چاقوی استیک که مخصوص برش گوش بوده رو اونو میگیره و میاره و باسن رنه رو میبره. خودش میگه برش اولی که دادم من توقع داشتم به گوشت قرمز برسم، اما گوشت قرمزی در کار نبود. خودش به ذرت تشبیهش میکنه، میگه یه چیزای زرد رنگ بود مثل دونه ذرت که بعدها فهمیدم چربیه. بوش کردم و دیدم که هیچ بوی خاصی نمیده و مجبور شدم عمیق‌تر ببرم.
میگه انقدر هیجان داشتم که اون تیکه گوشت رو بردارم بخورم یادم نیست با چاقو بریدم یا دست کردم و یه تیکه رو کندم. تشبیه میکنه به سوشی، به گوشت ماهی، و میگه که مثل گوشت ماهی داخل سوشی توی دهن آب میشد به قدری که لذیذ بود. و میگه در اون لحظه من خیلی ناراحت شدم، گفتم یعنی من باید تا 32 سالگی صبر میکردم تا این گوشت رو امتحان کنم. و بعد دوباره برگشت به جسد، تصمیم گرفت که جدی بشه. هوا گرم بود، تابستون بود و باید سریعتر گوشت مورد نیازش رو برمی‌داشت. فاسد نشه دیگه جسد. آره، یعنی عقلش هم در این کار می‌کرده. شروع کرد به بریدن قسمت‌های مختلف بدن رنه. یه چیزی هم بهتون بگم، در همین بین که داره بدن رنه رو هی می‌بره که گوشت مورد نظرش رو برداره، اون صدای رنه هم داره پخش میشه که داره شعر میخونه. یعنی فکر کن مثلا قشنگ که حس داشته باشه، قشنگ حس داشته باشه و اون شعرش میخونده و اون هم گوشتها رو میبریده. اومده امتحان کرده قسمت‌های مختلف بدن رو. خودش میگه اول یه سینه کامل رنه رو در آوردم، سرخش کردم و دیدم که خیلی چربه، دوستش ندارم، برای همین پشیمون شدم، به مزاجش نمیخورده. و بعد گوشتای رانش رو در می آورده مرتب که اینا رو سرخ میکرده میخورده، از کاری که میکرده عکس هم میگرفته و در آخر بعد از این که غذاش رو هم تموم کرده، دهنش رو با لباس زیر رنه تمیز میکنه و بعد هر چقدر که از جسد میمونه با خودش میبره به رخت خواب و دوباره شب رو با رنه بگذرونه، رابطه جنسی داشته باشه. ساگاوا تصمیم داشت روز بعد که از خواب بیدار شد از شر جسد رنه خلاص بشه، چون هوا گرم بود احساس میکرد که جسد فاسد شده و دیگه نمیتونه، آره نمیتونه گوشت مورد نظرش رو برداره. برای همین صبح که بیدار شد دیدی که نه، هنوز بو نمیده، هنوز قابل استفاده است. و خودش میگفت که توی این کشف و شهودایی که داشتم من گوشت ران رو بیشتر ترجیح میدادم، خوشمزه تر بوده از همه جا، برای همین هی تیکه های مختلف رو جدا میکرد که بتونه توی یخچالش انبار کنه. و بعد رسید به دستا، دستایی که همیشه آرزوش رو داشت و میگفت که من اونا رو هی بو کردم، هی گاز زدم، هی بو کردم، هی گاز زدم، یه تیکه هایش رو هم خوردم. اما یه سری کنجکاوی های دیگه هم داشت که دلش میخواست اونا رو اجرا کنه، از جمله این که اومد مقعد رنه رو جدا کرد، اول خام انداخت توی دهنش و شروع کرد به جویدن، دید که مزه بدی داره، بو میده، برای همین توفش کرد، اومد انداخت سرخش کرد، با سس خردل میکسش کرد و دید که نه هنوزم بو میده و دوباره توفش کرد. تصورش هم حال به هم زنه دیگه، حالا اون داشته دیگه، و دید که نه به درد نمیخوره. میگه حوالی ظهر بود که دیدم چند تا مگس گنده دور جسد رنه پر میزدن، دیگه فهمیدم ماه عسل تموم شده و من دیگه نمیتونم با رنه عزیزم باشم، دیگه واقعا با از شرش خلاص میشه. آره، میگه که من یه تبر برداشتم که از قبل تهیه کرده بودم و جسد رنه رو بردم توی حموم و شروع کردم به تیکه تیکه کردنش. خودش میگه موقعی که داشتم دستا رو تکه میکردم انقدر هیجان زده بودم که با دست رنه برای خودم خودارضایی کردم و حسابی داشتم از این ماجرا لذت میبردم. یکی دو تا چمدون هم آماده کرده بودم که جسد رنه رو داخلش بذارم و تکه های اون رو میذاشتم داخلش. اما میگفت که من زبون رنه رو میخواستم و توی این یک روز ظاهرا فک قفل کرده بوده و نمیتونست دهن رو باز کنه، ولی خب مشکلی نداره، از لای دندونا میتونه بهش برسه، دندونا رو میشکونه و زبون رنه رو در میاره، میندازه توی دهنش و شروع میکنه به جویدن و بعد هم میره سراغ چشم ها تا ببینه میتونه از چشم هم استفاده بکنه یا نه، که من نمیدونم استفاده کرده یا نه. و بعد لبهای رنه رو همیشه دوست داشته، یه تیکش رو در میاره و میذاره توی یخچال برای مهمونی های بعدی که میتونه برای خودش بگیره و ازش لذت ببره. ساگاوا برای اینکه بتونه بدن رنه رو داخل چمدون جا بده
سر رنا رو هم از بدنش جدا میکنه. خود ساگاوا میگه که من سر رنا رو از موهاش گرفتم و جلوی آینه وایسادم. مثل همین عکسی که میبینید، این نقاشی ها رو خود ساگاوا کشیده که از اون کاری که کرده. میگه اینا رو گرفتم و وایسادم و نگاه کردم و گفتم که من واقعا آدم خارم که تونستم یه همچین کاری بکنم، وگرنه از آدم عادی همچین چیز محاله. حدود ساعت 8 شب بوده که تاکسی رو صدا میزنه و میگه که بیا منو ببر که میخوام برم. توی دوتا چمدون بزرگ شما فکر کنید جسد رنه رو گذاشته با اون هیکلی که رنه داشته، قد بلند بوده، خودش ریزه بود، اصلا نمیتونسته اون چمدون رو حرکت بده. خود ساگابا میگه موقعی که راننده تاکسی اومد این چمدون رو از من گرفت، به شوخی به من گفت که جسد گذاشتی توش، آدم گذاشتی توش. من بهش گفتم نه، کتابه. و میبردش توی یه پارکی که روبروی دانشگاهش بوده. فکر میکرده که اونجا خلوته الان، ولی وقتی وارد میشه میبینه که ای داد بیدا، چه اشتباهی کردم، این پارک چقدر الان آدم داخلشه، همه منو میبینن. سعی میکرده که چمدونا رو ببره و بندازه توی دریاچه، اما هر چقدر که سعی میکرده نمیتونسته، خیلی سنگین بوده. غروب آفتاب رو همون لحظه میبینه، چمدونا رو میذاره میاد این ور، محو غروب آفتاب میشه. از قضا یه آقای و خانومشون که داشتن از اونجا رد میشدن فکر میکردن که این چمدون رو گم شده، برای همین میان در چمدون رو باز میکنن که ببینن چیه داخلش، مثلا یه شناسایی چیزی پیدا بکنن ازش دیگه. اصلا فکر میکردن که مال کسی انداخته اینجا رفته دیگه. در همین میگه ساگابا میگه که اون آقا از من پرسید که این چمدون مال شماست و من بهش گفتم نه، در صورت که میگه اگه من بهش میگفتم آره اونا دیگه در چمدون رو باز نمی‌کردن و من لو نمی‌رفتم، ولی گفتم که نه. میگه همین که در چمدون رو باز کردن، مثل همین عکسی که میبینید که یکی از اون عکس‌هاست، مشخص شد که جسد داخلشه و شروع کردن به جیغ زدن. منم دو تا پا داشتم، دو تا پای دیگه گرفتم و فرار کردم و میدونستم که معاصل تمومه، منو دستگیر میکنن، ولی من هنوز قطعاتی از رنه توی یخچالم داشتم که میدونستم باهاش خوش بگذرونم. بنابراین رفتم خونه تا از نیمچه آزادی که مونده بود استفاده کنم. اما شما فکر کنید که پلیس فرانسه رسید سر چمدونا و دید که یه جسدی پیدا شده، به فجیح ترین شکل ممکن، تیکایش نیست، اصلا یه تیکایی از بدن نیست، یکی میگه یه نفر رو کشته، این تیکایی ازش نیست اصلا. اونا کجا رفته؟ اونا کجا رفته؟ اصلا نمیدونن این جسد کیه، چرا اینجوری شده، و فهمیدن بعد از مرگ رابطه جنسی باهاش برقرار شده. و کسایی که اونجا بودن میگفتن که ما یه مرد ریزه میزه دیدیم که به نظر آسیاییش میومده، آسیای شرقی میومده و پلیس الان از طریق پلاستیک هایی که جسد رنه رو داخلش پیچیده بودن دنبال این بود که ببینه این شخص کیه. اما آدم های مختلف ما در یه چیزی گفتن، مهمترین شخصی که با پلیس تماس گرفت راننده تاکسی بود، گفت که آره من یه مردی به هم زنگ زد با همین ویژگی‌هایی که شما گفتید، من فکر میکردم که میخواد بره ایستگاه قطار، دوتا چمدون سنگی داره، رفته توی پارک. من فکر میکنم که همین آدمه و اینجوری شد که لو رفت جاش و پلیس رفت پیشش. وقتی که در زدن و داخل شدن، ساگاوا گفت که بله من کشتم و من خوردمش. انگار اصلا این حتی انکارم نکرد، خیلی نرمال و عادی. آره گفت من دوستش داشتم، کشتم و خوردمش و خب دستگیرش کردم. این جنایتی که ساگاوا کرده بود در سطح جهان سرصدای زیادی کرد و خب مسلمان آدم های زیادی بودن که میخواستن روی ساگاوا تحقیق کنن و بدونن چه اتفاقی براش افتاده. خودش میگفت که شاید رویای آدمخوری من از زمانی اومده که من خواب میدیدم که من و برادرم توی دیگیم، یه دیگیم داریم پخته میشیم برای یه آدمی که ما رو بخوره و من همیشه دلم میخواست که جای ما عوض میشد، من میتونستم کسی باشم که آدمها رو بخورم. و میگفت که من هیچ علاقه به زنای نژاد خودم نداشتم در اون دوران، اروپایی فقط زنای خوشگل اروپایی رو میخواستم
و خب هر چقدر که بررسی میکردن بیشتر به این نتیجه میرسیدن که این آدم دیوانه است، مجنونه و اصلا قابلیت این رو نداره که دادگاهی بشه. بنابراین قاضی رأی داد که به مدت نامعلوم ساگاوا توی بیمارستان روانی بستری بشه و به هیچ عنوان آزاد نشه. اما شما یه چیزی رو اینجا در نظر بگیرید، پدر ساگاوا آدم خیلی ثروتمند بود، یعنی وقت بعضی وقتا آدم فکر می‌کنه که پول میتونه شاخ قول رو هم بشکنه، همه کاری باش میشه کرد و اومد گرونترین وکیل فرانسه رو گرفت برای پسرش، کسی که میتونست هر کاری انجام بده. و وکیلش یه حرف خیلی عاقلانه ای هم زد، گفت که شما بچه مالیات دهنده ها باید پول بدن که ساگاوا توی زندان باشه، بفرستش بره کشور خودش، مردم خودشون پول خودشونو بدن، پول ساگاوا رو بدن نگهداری. و دولت فرانسه هم قبول کرد، گفت که باشه ما ساگاوا رو دیپورت میکنیم فرانسه، دیپورت میکنیم ژاپن، ولی تنها شرطی که گذاشت این بود که ساگاوا دیگه به هیچ عنوان در هیچ فرمی حق نداره به فرانسه برگرده و دیگه هم بر نگشت. به محض این که ساگاوا داخل ژاپن شد، ممکن بود که اگر بخواد آزاد باشه مردم یه چیزی بگن، یعنی هنوز موضوع داغ بود. بنابراین پدرش اولین کاری که کرد این بود که ساگاوا رو فرستاد به یک بیمارستان روانی. 15 ماه اونجا بستری بود و در آخر دکترها گفتن که نه، ساگاوا نه مجنونه نه دیوانه است، فقط شروره، کسیه که تخیلاتش رو به واقعیت پیوند زده. شاید ماها هیچ کدوم مثلا تخیلات آدم خوری نداشته باشی، ولی تخیلاتی الان نداریم، یعنی فکر میکنم واقعیت و خیال با هم یه قاطی کرده. آره، مثلا چیزی که میخواست رو قاطی کرده بود. و خب بعد از 15 ماه از زندان آزاد شد از اون بیمارستان روانی. اون هم استدلالشون این بود که توی فرانسه هیچ دادگاهی تشکیل نشده، دولت فرانسه به ما هیچ حکمی نداده، اعلام قانون نکرده که ما بگیم که ساگاوا یک جرمی مرتکب شده، در صورتی که واقعا به نظر من مشخصه که یه جرمی مرتکب شده. یعنی چرا باید مثلا، ولی واقعا دیگه واسهش تصمیم نگرفتن. در سال 1986، یعنی 5 سال بعد از خوردن و قتل رنه، ساگاوا آزاد شد و به جامعه برگشت. ساگاوا در حال حاضر در توکیو زندگی میکنه در ژاپن. 72 سالشه الان، سال 2021 و 72 سالشه و مثل که سال 2013 هم یک سکته مغزی کرده و الان روی ویلچر میچینه. اما سالهای پس از قتل رنه، یعنی مثلا حدوداً 10 سال 15 سال بعد از قتل رنه، ساگاوا توی ژاپن خیلی مشهور شده بود، یعنی 20 تا کتاب نوشت، توی فیلم‌های پورنوگرافی بازی کرد و تقریبا به یه شخصیت مشهور توی ژاپن معروف شده بود، کسی که دعوتش می‌کردن به برنامه‌های مختلف تا بیاد در مورد تجربیات آدمخوریش بگه. انگار نه، انگار که مثلا یه کار خلافی انجام داده، انگار مثلا یه کار خوبی انجام داده که همه بهش تحویل میکنن. ببین من فکر میکنم بیشتر یه کنجکاوی بوده، چون الان دیگه مثل قبل نیست، حتی این آدم الان با اسم دیگه ای داره توی توکیو زندگی میکنه، یعنی در آلازه شاید بیاد مثلا مصاحبه بکنه بنویسه، ولی با اسم دیگه ای زندگی میکنه. ولی خب مردم ازش استقبال میکردن، حتی گفته شده یه کتابش 200,000 تا نسخه فروخته شده و حتی برای بعضی از مجله های غذا نقد سوشی مینوشت و با گوشت انسان مطابقتش میداد. حتی خودش مثلا در یکی از مصاحبهاش گفته بود که من عاشق رنه بودم، من رنه رو میخواستم، من هدفم این نبود که رنه رو بکشم، ولی من دست نمیافتم بهش، تصمیم گرفتم بخورمش. آره، میگفت که من رنه رو نمیخواستم بکشم، خواستم گوشت زندهش رو بخورم، الان هم حاضرم که گوشت زنده یک نفر دیگه رو بخورم. سال البته که جلوش رو گرفتم، بهش گیر دادن، ولی دیگه الان که مثلا این همه سال داره از اون دوران میگذره، محبوبیت خاصی نداره و خب داره دوران پیریشو میگذرونه. ولی واقعا باید متشکر بود از پدرش که تونست نجاتش بده و واقعا گونه و نوع عجیبی بود در نوع خودش. اما الان که رسیدیم به آخر اپیزود، شاید برای شما هم سوال پیش اومده باشه، ولی برای من سوال اینه که خانواده رنه کجان؟ تنها چیزی که من میدونم این بود که خانواده رنه هیچ وقت حاضر نشدن که مصاحبه کنن، حرفی بزنن.
اما واقعا نمیتونستن شکایت بکنن. من هیچ اطلاعاتی ندارم ولی فکر میکنم که پول گرفتن 100%. این فقط تنها چیزی که میتونستن انجام بدن، مثلا پدر خود ساگاوا، یعنی فقط میتونست پول بده دیگه. یعنی باید واقعا بده پول گنده گرفته باشن که حتی شکایت نکرد و کسی که علیه بچه‌شون رو خورده و کشته انقدر آزادانه توی دنیا زندگی بکنه، مسافرت بکنه، مسافر که مصاحبه بکنه، توی این مصاحبه شرکت کنه، توی اون تلویزیون بره. و من واقعا خیلی دلم میخواد که مثلا در مورد این خانواده چیزی بدونم. اگر کسی از شما توی هلند زندگی میکنه، چون خب رنه هلندی بوده، احتمالاً خانواده‌اش هم توی هلند زندگی میکردن، واقعا خوشحال میشم اگه محتوای چیزی در موردش هست برای من بفرستید، یا مثلا بگید که دارن چیکار میکنن، شاید حتی برای شما هم سوال شده باشه. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما بودید، امیدوارم حالتون بد نشده باشه. من که یه هفته حسابی درگیر این پرونده بودم و حالم زیاد خوب نبود تا اینکه برام عادی شد. ولی همونطوری که بهتون گفتم، عکس های این ویدیو توی کانال تلگرام و وبسایت موجوده، میتونید برید ببینید. اگه دوست داشتید یه ویدیو دیگه هم که تکمیلی این ویدیو هستش، روز شنبه یا یک شنبه منتشر میشه که اونم ویدیو جالبیه، ولی حتما اونو من رنج سنی میذارم به خاطر محتویاتی که داره. حتما رنج سنی میذارم، یعنی حتما باید بالای 18 سال باشید که بتونید اون ویدیو رو ببینید. خوشحال شدم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.